با درود احترام خدمت ملت شریفم و همچنین کسانی که اکنون بیننده این پیام تصویری کوتاه ما هستند. ما زانیار مرادی و لقمان مرادی که در انگام دستگیری 19 و 25 سال داشتیم اهل شهرستان مریوان هستیم. اکنون که این تصویر را میبینید هر لحظه امکان اعدام ما وجود دارد و ما را به سلول انفرادی منتقل کردند و احتمالاً تا چند ساعت دیگر ما را به پای چوبه دار خواهند برد. میخواهیم از طریق این پیام شاید بتوانیم پیام خود را برایتان بیان نماییم. چند سال است که شبی نخوابیدیم مگر آنکه از فردایمان مطمئن نبودیم. چند سال است که هر روز میاندیشیم که شاید امروز آخرین روز زندگی ما باشد. چند سال است که هیچ آغوش گرم مادرانه ای را به خود احساس نکرده ایم، ولی در طول این مدت تنها چیزی که توانسته است تسکین این همه درد و رنج ما باشد بیگناهی ما نسبت به این اتهام وارده بوده است. میدانیم که برای شما حتی تصور این که یکی از اعضای خانواده تان در زندان در زیر چنین حکم ناعادلانه ای باشد سخت است، اما چند سال است که ما در این شرایط به سر میبریم و سختی ها را به جان خریده ایم و امیدوار بودیم شاید بارخی از عدالت ما را از این شرایط برهاند. ما فقط و فقط خواستار برگزاری یک دادگاه صالح بودیم، دادگاهی نه علنی بلکه عادل. ما فقط خواستار آنیم که پرونده ما که تنها سیاسی بوده است و اساساً قضایی و حقوقی نبوده در فضای عادلانه رسیدگی شود، با آنکه بسیاری از نهادهای بین المللی از جمله عفو بین الملل خواستار رسیدگی عادلانه به پرونده ما بودند، اما هرگز چنین اتفاقی نیفتاده و علت هم آن است که از فرزندان کردستان به دلیل آن که شهروند درجه چندم در ایران محسوب می شوند به راحتی می توان قربانی گرفت و این بار نوبت ما زانیار و لقمان است که قربانی این انتقامگیری سیاسی شده ایم. ما دو نفر باز هم به صراحت و با قاطعیت کامل بیگناهی خود را نسبت به اتهامی که جمهوری اسلامی به ما تحمیل کرده است اعلام می داریم، همانطور که شاهدهای نسبت به پرونده ما وجود دارد و بارها در طی این چند سال نسبت به گناهی ما نزد امام جمعه مریوان رفتند. و اما کسی که در این چند سال خود را سهیم این سناریوی پرونده سازی علیه ما کرده است، امام جمعه مریوان آقای ملا مصطفی شیرزادی است. آقای شیرزادی، مگر خود بارها در محافل مختلف اعلام نکرده ای که چه کسی پسر شما را با چه مقاصدی به قتل رسانده است؟ مگر ما بارها به شما اعلام نکردیم که در این سناریو دست نداشته ایم؟ اما جای سوال دارد که چرا و به چه قیمتی حاضر شدید تن به این ذلت بدهید؟ آیا پست و مقام تا این اندازه برایتان مهم است که حاضر به قبول کردن واقعیت نبودید و یا به گفته خودتان اگر اعلام بیگناهی ما را بکنید حقوق بنیان شهیدتان را قطع خواهند کرد و موقعیت جناب عالی به خطر می افتد؟ آیا اسلامی که بدان معتقدید و شما نماینده آن در شهر مریوان هستید این اجازه را به شما می دهد که چند سال دو جوان بیگناه را در پای چوبه دار در بدترین شرایط نگه دارید و عاقبت آنها را به چوبه دار بسپارید؟ شما که می دانید و مطمئن هستید که پسرتان همانطور که در سایت‌های معتبر دولتی آمده است توسط افراد دیگری به قتل رسیدند، پس چطور می توانید در برابر اعدام به ناحق ما دو نفر سکوت کنید؟ قبل از آنکه این پیام را به اتمام برسانیم مایلیم چند کلمه هم با پدر و مادر، خواهر و برادرهایمان سخن بگوییم. از لحظه دستگیری آنی نگذشت مگر آنکه در خاطر بودید. عشق و محبت و همچنین نگرانی شما را از دور احساس می کردیم. شاید هیچگاه فرصتی دست نداد که بتوانیم محبتهای خالصانه شما را جبران کنیم، ولی در این چند سال در قلب روح من با شما زندگی می کردیم و آرزوی بودن در کنارتان را در سر می پروراندیم. خواهش ما از شما آن است که همیشه از پای ننشینید و با تمام قوا برای ساختن جهانی مملو از عدالت و وحدت تلاش کنید. بی نهایت دوستتان داریم و همیشه در قلب ما هستید. در انتها از تمامی فعالان حقوق بشر، ملت شریفم کردستان در تمام نقاط جهان، شهروندان عزیز ایرانی، سیاستمداران و اصحاب پارلمان های مختلف، سازمان های مردم نهاد داخلی و بین المللی، علل خصوص نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد تقاضامندیم که با اقدامات سریع خود جلوی اجرای این حکم ناعادلانه را بگیرند. فردا دیر است
ساعتی دیگر دیر است، از همین الان باید اقدام نمود.